هواپیمای مشهور کنکورد در نیم قرن پیش توانست با رسیدن به سرعت 2 ماخ از سرعت صوت هم سبقت بگیره. امروز که از تکنولوژی اون زمان نیم قرن میگذره، آیا بشر نمیتونه هواپیماهایی رو بسازه که چندین برابر سرعت صوت هم سرعت داشته باشن؟ من فرید خلیفی هستم و این بار در دانستنی های جهان ما از کیهان لندن با هواپیمایی اسرارآمیز آشنا خواهیم شد. نام پرنده سیاه برای نخستین بار در دهه 1960 میلادی بر سر زبان ها افتاد، زمانی که ایالات متحده ای امریکا اعلام نمود موفق به ساخت نوعی هواپیمای شناسایی به نام پرنده سیاه لاکید SR-71 شده است. این نوع هواپیمای شناسایی که اصطلاحاً رده هواپیماهای جاسوسی نیز به آن گفته می شود، در سال 1964 به پرواز درآمد و تا سالهای متمادی در خدمت نیروی هوایی ارتش ایالات متحده بود. پرنده سیاه آنقدر دارای مشخصات ویژه‌ای بود که بسیاری افراد تا آن را ندیده بودند از آن تنها به عنوان یک افسانه یاد می کردند. اما مگر این هواپیما دارای چه ویژگی هایی بود؟ مهمترین ویژگی پرنده سیاه امریکایی سرعت عجیب آن بود. ممکن است بسیاری تصور کنند که هواپیماهای مسافربری کنکورد تنها پرنده فراسوت ساخت دست بشر در قرن 20 بودند. اما پرنده سیاه SR-71 بیش از 10 سال پیش از کنکورد ساخته و معرفی شد. هواپیمای 33 متری که بیشینه سرعت آن به عدد عجیب 3 ماخ در حدود 3500 کیلومتر بر ساعت هم میرسید. نکته جالب دیگر توانایی پرواز این هواپیما در ارتفاع بسیار بالا بود. هواپیماهای مسافربری در مسیرهای طولانی به طور معمول در ارتفاع 39000 پایی در حدود 12 کیلومتر از سطح زمین پرواز می‌کنند. اما پرنده سیاه در جولای 1976 توانست رکورد بالاترین ارتفاع پرواز یک هواپیمای سرنشیندار را با پرواز در ارتفاع عجیب 85069 پایی در حدود 26 کیلومتر از سطح زمین به خود اختصاص دهد. توانایی پرواز در چنین ارتفاع بالایی و با سرعت بیش از 3 ماخ پرنده سیاه را تبدیل به یک افسانه حقیقی کرد. افسانه‌ای که شکست ناپذیر هم بود. از مجموعه 32 فروند پرنده سیاه ساخته شده، هیچگاه حتی یک مورد از آنها مورد اصابت پدافند زمین به هوا و یا موشک‌های هوا به هوا قرار نگرفت. هزاران بار در جریان عملیات‌های گوناگون موشک‌هایی به سمت این هواپیما شلیک شدند، اما در کمال شگفتی از رسیدن به آن باز ماندند. این هواپیمای فراسوت فاصله بین شهرهای نیویورک تا لندن را تنها در 1 ساعت و 54 دقیقه و 56 ثانیه طی کرد و این گونه رکورد بیشترین سرعت برای یک پرنده سرنشیندار را هم در تاریخ به نام خود ثبت کرد و تا به امروز هنوز مالک این رکورد است. اما هزینه های بالای سرویس و نگهداری از دلایل توقف مأموریت پرنده سیاه پس از حدود 4 دهه خدمت بودند. برای نمونه، با وجود آنکه بدنه این هواپیما ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم بود، باز هم در سرعت های زیاد با مشکل بالا رفتن بیش از حد حرارت ناشی از سرعت فراسوت در بدنه خود مواجه بود. پس از فرود هواپیما باک سوخت آن به دلیل حرارت بالا دچار نشتی می شد و تعمیر دوباره آن مستلزم ساعتها کار بود. پس از سپتامبر 1998 که این هواپیما از خدمت ارتش امریکا بازنشست شد، تنها 2 فروند از آن تا 1 سال بعد در خدمت ناسا ماندند و سپس دیگر پرواز پرنده سیاه گزارش نشد. تا آنکه خبرهای غیر رسمی از سال 2007 به گوش می رسید که لاکید مارتین در پی ساخت نسخه تازه از پرنده سیاه است. در نهایت برای نخستین بار و به طور رسمی در اول نوامبر 2013 اعلام شد که نسخه تازه پرنده سیاه با نام لاکید مارتین SR-72 خواهد آمد
که 6 ماخ یا 6 برابر سرعت صوت معادل 6400 کیلومتر بر ساعت بیشینه سرعت آن خواهد بود. هواپیمایی که این بار با بهره از تکنولوژی روز به طور قطع مشکلات نسخه پیشین را پشت سر گذاشته و قابلیت‌های شگفت‌آورتری را خواهد داشت. هنوز این هواپیمای عجیب رونمایی نشده است و لاکیت مارتین تنها تصویری از رندر کامپیوتری بدنه این هواپیما منتشر نموده. با این حال گفته می شود این هواپیمای شناسایی یک هواپیمای بدون سرنشین ماورای صوت است که احتمالاً تا سال 2020 معرفی خواهد شد.